درود بر شما. 14 آبان ماه 1400 خورشیدی و 5 نوامبر 2021 میلادی. امشب در صفحه آخر میپردازیم به سونامی انتصابهای خانوادگی و فامیلی در دولت رئیسی و قبلش البته به ماجرای توقف واردات واکسن و اصولاً آنچه مانده است برای مردم. آیا چیزی جز دروغ‌های مسئولان جمهوری اسلامی در پیوند با تولید واکسن هست و البته کشته‌هایی که رو دست مردم مانده. باری پرده آخرم خواهیم داشت آخر برنامه. 12 تیر ماه 1400 آقای محمد مخبر رئیس بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام خامنه‌ای چنین فرموده بودند: ما تا پایان شهریور قطعا بیش از 50 میلیون واکسن رو تحویل وزارت بهداشت خواهیم داد. الان نیمه آبانیم. تا امروز طبق آماری که خودشون دادن و خواهم گفت چرا همینم قابل اعتماد نیست، تا امروز بیش از 16 میلیون دوز واکسن برکت تولید کرده ایم و 7.5 میلیون دوز تحویل وزارت بهداشت شده. برای گرفتن مجوز سازمان جهانی بهداشت اقدام کرده ایم. سازمان جهانی بهداشت که مجوز نداد به برکت. شما 1 میلیارد دلار گرفتین تا 50 میلیون دوز به گفته خودتون تولید کنین و آخر شهریور تحویل بدین. 1 میلیارد دلار گرفتین اما به جای 50 میلیون دوز به گفته خودتون باز 16 میلیون دوز تولید کردین. 7.5 میلیون دوزشو تحویل وزارت بهداشت دادین. بقیه‌اش چی شد از همین 16 میلیون دوز؟ تو بازار سیاه فروختین یا دارین مثل همیشه آمار دروغ میدین؟ 16 میلیون دوزی در کار نیست، چرا نمیگین؟ حتی آمار 7.5 میلیون دوزم فقط خودت میگی به خبرنگارا. آقای مخبر، هیچ کس تاییدش نکرده. مثل بقیه کارهای ستاد اجرایی فرمان امام خامنه‌ای حساب کتابی که در کار نیست و حتی سازمان بازرسی کل کشور، سازمان امور مالیاتی کشور، اینا نمیتونن ازتون حساب کشی کنن چون مشمول دستور عدم حسابرسی از سازمان‌ها و نهادهای زیر نظر رهبر معظم هستین. تازه به اسم واکسن‌های دیگه هم پول دارین میگیرین و پول مردم به باد میدین. 10 آبان 1400 مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو اعلام کرد 130 میلیون یورو برای تولید خط تولید واکسن های ایرانی کرونا اختصاص داده شده. منظور کدوم واکسن هاست که 130 میلیون یورو خرج مقدماتی تولیدشون شده؟ رازی و فخرا، دو تا واکسن که تولید شده ولی خریدار نداره چون اعتمادی بهش نیست. مؤسسه برکت هم که قبلا 1 میلیارد دلار گرفته، این پولا رو به جای اینکه واکسن مطمئن وارد کنین میدین به خودمونیای ستاد اجرایی و حتی جلو واکسن های مطمئن رو میگیرین تا همین تولیدات غیر مطمئن خودتون رو به بیمارستان ها بفروشین. رویداد 24 خبر می‌دهد ثبت سفارش واکسن کرونا در دولت رئیسی متوقف شده است. 15 آبان موجودی واکسن‌های ایرانی تمام می‌شود. تاریخ سند رو ببینین تا خدمتتون عرض بکنم. بله، تاریخش کیه؟ تاریخش 11 مهر 1400. بعد زیرش نوشته، چون اون قسمت که قرمز شده که امیدوارم بتونیم بخونین، نوشته است: با توجه به مصوبه دفتر معاون اول رئیس جمهوری یعنی محمد مخبر، تا اطلاع ثانوی معرفی نامه صادر نمی شود. بله، چند تا نامه مثل این نامه که تاریخش 10 مهر 1400، هلال احمر که رئیسش همین 2 هفته پیش استعفا داد، برای سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت نوشت که به ما مجوز واردات واکسن اسپوتنیک از روسیه رو بدین، که همش بی جواب موند. با درخواست هلال احمر برای واردات سینوفارم هم مخالفت شد. همتی مدیر عامل شرکت سوهاکیش وابسته به هلال احمر که
بیشترین واکسن ها رو همین سوهاکیش هلال احمر وارد کرد. تا حالا میگوید مجوز واردات سینوفارم از قبل بوده و قرار بوده تا 60 میلیون دوز واکسن سینوفارم وارد کنیم. از این مقدار هنوز چند میلیون دوز باقی مانده. اینکه آیا بعد از پایان کل این 60 میلیون دوز توافق قبلی باز هم اجازه واردات سینوفارم داده می شود یا خیر مشخص نیست، اما درخواست های ما از مهر ماه تا الان با مخالفت روبرو شده. این یعنی اگر سینوفارم هایی که از قبل ثبت سفارش شده اند تمام شوند، کشور دیگر بانک واکسن نخواهد داشت. اوضاع چطوره؟ همین هفته پیش استاندار تهران هشدار داد که ممکنه وارد اوج دیگری از شیوع ویروس کرونا بشیم. ما در تهران در شرایط حساسی قرار داریم که اگر کنترل نکنیم به زودی باید به استقبال پیک ششم ویروس کرونا بریم. لذا تقاضا داریم و اصرار و تاکید داریم که انشالله خدا نکرده سهله انگاری و عادی انگاری در این موضوع اتفاق نیفته. آمار دیروز میگه 179 نفر دیگه بر اثر کرونا در ایران درگذشتند. چقدر تا حالا واکسن کرونا توزیع شده؟ بذاریم من همینجا قبل از اینکه بگم که چقدر توزیع شده، یک نکته‌ام خدمتتون عرض کنم که میگم دروغ گفتن‌های بی حد این نظام دوز سالار مقدس. واکسن‌های برای که الان رسانه‌ها در ایران نوشتن، به ویژه جهان صنعت که رسانه‌ها که ببخشید که تکنولوژی و حتی مواد اولیه برای تولید واکسن برکت تکنولوژی آریتی از دو کشور چین و هند بوده که به اسم واکسن داخلی ایران جمهوری اسلامی معرفیش میکنه، آقای مخبر رئیس برکت معرفیش میکنه، ستاد اجرایی فرمان ما معرفیش میکنه، خامنه ای هم میگه آفرین برین تولید کنین بازم بیشتر. این مال چین و هند بوده. خب بعد در دولت جدید به دلیل تشدید تحریم ها دو کشور هند و چین با تبعیت از تحریم های بین المللی به وعده های قبلی خود در خصوص راه اندازی خطوط بعدی واکسن ایرانی برکت عمل نکردند. حالا به نوشته جهان صنعت، با شکست تولید واکسن برکت در ایران و برای رهایی از افکار عمومی و همچنین برای جلوگیری از فشار اقتصادی بیشتر به بنیاد برکت و ترمیم اعتبار از دست رفته، 20 میلیون دوز واکسن وارداتی چینی، 20 میلیون دوزش از اون 60 میلیون، 20 میلیون دوز با برچسب و به نام واکسن برکت در کشور توزیع شده است. حالا همین سینوفارمی که بیشترین میزان مصرف و نسبت به بقیه واکسن ها در ایران داشته، چقدر توزیع شده در مجموع، حالا با برکت و بی برکت، در مجموع چقدر توزیع شده و چقدر زده شده، چقدر مردم واکسن سینوفارم زدن؟ اینو میگیریم معیار به خاطر اینکه اکثریت واکسن های زده شده سینوفارمه، بقیه دیگه واقعا از 10% به پایینن. سوم آبان 1400 دوز، ببخشید، استاندار تهران با اشاره به اینکه 77% تهرانی ها دوز اول واکسن کرونا را دریافت کرده اند گفت هدف گذاری اولیه واکسیناسیون در استان تهران 85% است. یعنی چی؟ یعنی سوم آبان 1400 آمار داده شده این است که دوز اول واکسن سینوفارم زده شده تازه، و تازه اگر دو دوز هم زده می شد و قطعا روزی 180-190 نفر کشته کرونا نداشتیم، بازم بسنده کردن به همین دو دوز واکسن چینی سینوفارم با اثر بخشی نچندان دقیق 70% کفایت نمی کنه، به ویژه به دلیل شیوع سویه های جدید کرونا. خود چین هفته پیش با شناسایی فقط 6 مورد جدید ابتلا به کرونا تو یک شهر تمام اون شهر رو قرنطینه کرد. مسئولان جمهوری اسلامی بی خیال سویه های جدید کرونا، هنوز تزریق دوز اول تموم نشده واردات واکسن کرونا رو متوقف کردند. اون ماجرای تحریم ها و واردات در واقع اصل واکسن از چین و هند که بیان به اونان خط تولید برکت، اون بحث دیگه، یا خود واکسن از
کشورهای مختلف از آمریکا، انگلیس و چین. همین واکسن سینوفارم که دیدین رئیس سابق هلال احمر گفت نداریم، تموم شده و دیگه مجوز نمیدن، برای همین سینوفارم چینی. و چین همین هفته اعلام کرد ماراتون معروف پکن رو لغو میکنه برای پیشگیری از شیوع سویه جدید کرونا. لغو کرد در واقع تا اومد برنامه ما پخش بشه. چین در پی افزایش تعداد مبتلایان کرونایی ماراتون مشهور پکن را تا اطلاع بعدی به تعویق انداخت. انتظار می رفت حدود 30,000 نفر در این ماراتون که قرار بود آخرین روز اکتبر، یعنی 4 روز پیش برگزار شود، شرکت کنند. چین که می دونید دیگه این سونامی ابتلا به واکسن، ابتلا به کرونا چگونه بود در این کشور 1,300,000,000 نفری و الان میدونید که چگونه است. کمترین کشته ها، یکی از کشورهای کمترین کشته ها رو از آلودگی ویروس کرونا داره الان همین چینه و بیشترین واکسن زده ها. ببینید، ولی عرض کردم خود چین اعتماد به واکسن های چینی رو محدود داره و به همین دلیل بلافاصله وقتی که 5 نفر 6 نفر کرونا میگیرن در یک شهر، همون شهر رو همه رو قرنطینه میکنه. و از نظر بین المللی هم واکسن سینوفارم جزو واکسن های اصلی معتبر نیست. ببینین اعتماد به واکسن های چینی که در ایران استفاده میشه چقدره. قرار بود تعدادی از اسکیبازان ایران به کمپ تمرینی اتریش اعزام شوند تا در ماه‌های منتهی به المپیک زمستانی آمادگی مناسب برای رقابت به دست آورند، اما این برنامه لغو شد. چرا؟ چون طبق قوانین کمپ فدراسیون بین‌المللی اسکی، واکسن‌های فایزر، مادرنا، جانسون اند جانسون، آسترازنکا، سینوفارم و سینوواک مورد تایید هستند و ورزشکاران باید هر دو دوز را تزریق کرده باشند. اما کسانی که واکسن سینوفارم و سینوواک را تزریق کردن، حتی دو دوز را، نمی توانند در اماکن عمومی نظیر هتل و رستوران ظاهر شوند. از آنجا که اکثر ورزشکاران ایران واکسن سینوفارم را تزریق کردن، حضور در این کمپ را از دست دادند. چین چرا دوز سوم و چهارم و پنجم را در مناطق معینی شروع کرده؟ چون زدن دو دوز واکسن سینوفارم در شرایطی که سویه های جدید کرونا حمله بر میشه کافی نیست. البته هم میشه زدن واکسن بهتر از نزدنش، حتی همین دو دوز و همین کاهش مرگ و میر کرونایی در ایران دیگه خود حضرات هم میگن که به دلیل واکسن زدن بوده. و واقعا چه میدونم، فقط میتونم آرزو بکنم، امیدوار باشم که این حضراتی که فعلا این سکان کشتی جمهوری اسلامی دستشونه مجوز واردات واکسن رو باز شروع کنن به صادر کردن و منتظر برکتشون نمونن، چون همه این داستانا به خاطر واکسن برکت و ستاد اجرایی فرمان امام خامنه ای با ستاد اجراییش و به واسطه رئیس این ستاد که معاون اول دولت رئیسی است، با ممنوع کردن واردات واکسن کرونا در 8 ماه که میدانید کم آدم کشت، الان میخواد جنایتش رو تکمیل کنه. این سندی که چند دقیقه پیش دیدین که تاریخ 11 مهر 1400 داره، بله همین عرض کردم، نوشته با توجه به مصوبه دفتر معاون اول رئیس جمهور تا اطلاع ثانوی معرفی نامه صادر نمیشود، یعنی مجوز واردات واکسن کرونا. آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور اجازه نمیدن. چرا؟ چون میخوان برکت بفروشن، برکتی که ایمن سازی و بی ضرر بودنش متاسفانه اینقدر غیر قابل اعتماده، همون هایی که حتی تکنولوژی وارد شده است، اینقدر غیر قابل اعتماده که غیر از ایران در هیچ کشوری مجوز استفاده نداره. البته یکی از دلایلش این است که کپی سینوفارم و سینوفارم میدونید چند نوع هست واکسن سینوفارم که اینا کدام تکنولوژی رو وارد کردن که حتی نتونستن مجوز بگیرن. غیر از ایران هم که میگم، یعنی خود حکومت ایران مجوز استفاده بهش داده، وگرنه کمتر از
15 واکسن کرونا هست در جهان، یعنی از 15 شرکت تولیدی که در چند کشور مجوز استفاده دارن و فقط 5 تا واکسن هستن که بیشترین مجوز دارن که در رأسشون واکسن فایزر. برکت هیچ مجوزی در هیچ کشوری نداره. آقای محمد حسین قوسیان دبیر کل جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی گفت هلال احمر از آغاز مجوز واردات واکسن کرونا حدود 112 میلیون دوز واکسن وارد کرده و فعلا ورود واکسن کرونا به کشور بسته است. برنج و گوشت و مرغ واسه مردم گرونه و نباید بخورن چون گرونه، برای مسئولین اما غذای عادی همیشگی است. این سفره رو ببینین، من نمیدونم اسمشو چی بذارم. در چابهار، یکی از مراکز فقر مردم، اینا مسئولان اداری استانی سیستان و بلوچستان در چابهارن، همینا که دارن دستشون رو لیس میزنن. همایون امیری رئیس آموزش پرورش چابهار، دکتر عبدالرسول خدمتی رئیس مرکز بهداشت چابهار، الله بخش جدگال رئیس دفتر نماینده چابهار در مجلس، محمد سعید سایگانی رئیس پیشین میراث فرهنگی و گردشگری چابهار، عبدالحکیم آصفی از مدیران منطقه آزاد چابهار. یکی از سفره‌هاشون بود، دور هم بودن، خب نمازشون رو خونده بودن و بعد از نماز نشسته بودن دور هم داشتن شام میخوردن. همزمان سیمای جمهوری اسلامی، سیمای آقایون میگه خب ما میخوریم، مردم نباید بخورن چون گرونه. سطح انتظارات و توقعاتمون رو بیاریم پایین. چقدر بیاریم پایین؟ باشه، تا حالا خیلی آوردیم پایین، از اینم باید کمتر کنیم. در حال نمیتونیم، یعنی زندگی حرکت نمیکنه. اگه من سطح انتظارمو نیارم پایین، اگه که من همیشه این غذا رو میخوردم، از این دفعه دیگه فقط باید برنج خالی بخورم، خورشو نخورم. یعنی باید سطح انتظار، یعنی خداوکیلی سطح انتظار از گوشت مرغ هم بیاریم پایین. بله. گوشت مرغ کیلویی 35000 تومان که نمیشه خورد. برنج خالی هم که آخه شده کیلوی 75000 تومن، همین دیروز قیمت برنج دودی 75000 تومن، برنج ایرونی 50000 تومن آمار رسمی میده، حالا هم تو بازار چند میخرین شما. نمیشه خورد، باید به این بدترش هم عادت کرد. چرا؟ چون گرون شده. خب اگه نمیتونین بخورین بخرین و بخورین، خب نخرین نخورین. چرا گرون شده؟ اینو دیگه مسئولان رسیدگی میکنن. شما وظیفتون همینه که این خانومه گفت، باید به بچه هاتون هم یاد بدین که اعتراض نکنن، خودشونو به هر بلایی که سرشون میاد عادت بدن. آخه اول آجیل حذف شد دیگه، باید یا کم شد. خب چیکار بعدم گوش قرمز حذف شد یا کم شد؟ الان میوه رو باید حذف کنیم، الان باید میوه رو، بعد موز حذف شد یا کم شد، همینجوری باید با اون چیزهایی که داریم قناعت کنیم، با اون چیزها داشته هامون زندگی کنیم. ما با داشته هامون زندگی نمیکنیم. خب بعضی زندگیاشون آدمو اذیت میکنه، من و شما قناعت میکنیم. اونی که میاد میره تو میوه فروشی یه خوشه موز کیلو 60 تومانی برمی‌داره، بعد میذاره رو ترازو میشه 180 تومن پولشو میده جرینگی، اون دنکجی میکنه با آدم. درسته، ولی من انقدر باید عزت نفسم بالا باشه، انقدر خودپندارم قوی باشه که اگه هر کسی در برابر من چنین رفتاری رو انجام داد برام اهمیت نداشته باشه. و همینطور که خودم به این پختگی، شما خودپندارتون قوی باشه، بچه من که خودپندارم. خب یاد میدم به بچه‌م، به بچه‌م آموزش میدم، شرایط زندگی ما این هستش. این روش مطلوب جمهوری اسلامی است که البته نه در ایران نه در هیچ جای جهان جواب نمیده. شورش گرسنگان اسم عام همه اعتراض‌های اجتماعی است برای نان که در ایران دست کم از سال 96 شاهدش بودیم.
پژمانفر نماینده مجلس میگوید دولت بعد از حذف گوشت به دنبال حذف مرغ از سفره مردم است. مرغ که حذف شد و مرغ که حذف شد فروش تخم مرغ میره بالا. تخم مرغ معروف به غذای فقرا، یعنی غذای اکثر مردم. وقتی فروش تخم مرغ رفت بالا، تخم مرغ هم گرون کردن، یک شونه سیتایی تخم مرغ رو چند میخری؟ 60,000 تومان. امیدوارم بیشتر نخری که نشده باشه. 60,000 تومان اگه فروشنده با انصاف باشه. روزی چقدر در میاری؟ خوش شانس باشی روزی 120,000 تومان، مایی حدود 4,000,000 تومان. یعنی نصف کل پولی که در روز در میاری میشه یه شونه تخم مرغ. کیا باعث این وضع میشن؟ همین گرانی گوشت مرغ رو برای نمونه در نظر بگیریم، یه خود مکس کنیم روش. همیشه صحبت از اینه که انحصار واردات نهادهای دامی از جمله ذرت و دانه سویا و کنجاله سویا که بیش از 90% خوراک مرغ همین ذرت و کنجاله های سویا است، یکی از دلایل مهم گران شدن قیمت مرغ و جوجه و حذف شدن گوشت مرغ از سفره بسیاری از خونه ها شده و در پیامدش هم که خب گرون شدن تخم مرغ و اینها. انحصار واردات نهادهای دامی دست کیه؟ اساسا دست خانواده مدلل است که اسمشون در فهرست 5 بدهکار بزرگ بانکی است. شرکت مجتمع کشت و صنعت و روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه بیشترین تخصیص ارز دولتی را برای واردات دانه سویا به خود اختصاص داده. این شرکت که متعلق به خانواده مدلل است بیش از 149 میلیون یورو ارز گرفته تا دانه سویا وارد کند. نام خانواده مدلل در فهرست بدهکاران بزرگ بانکی ایران نیز منتشر شده. این خانواده تنها 575 میلیارد تومان وام از بانک سرمایه دریافت کرده. محمود صادقی نماینده سابق مجلس نیز از آیت الله ناصر مکارم شیرازی خواسته بود که درباره بدهی‌های کلان معوق جناب مدلل به بانک سرمایه هم توضیح بدهند. مدلل‌ها به واسطه نسبت خانوادگی با آیت الله مکارم شیرازی و در شراکت با محمد علی مکارم که از پسران آیت الله مکارم، انحصار شکر و نهادهای دامی رو سالهاست تو دست خودشون نگه داشتن که بارها در این باره البته گزارش داشتیم. حکومت، خود حکومت، ای کاش گزارشش، ای کاش آرزوهای محالی من میکنم ببخشید، گزارش شفاف از هیچ تصمیم و عمل کردی به مردم نمیده، نه درباره سرنوشت بدهی های بانکی، نه درباره انحصار واردات فلان کالای اساسی و غیره و غیره. چرا؟ چون اون وقت حکومت 2 ساله رو کی باید اداره کنه؟ واقعا همین یه جمله جوابشه که چرا شفاف نیست؟ چون وقتی این حکومت کی میخواد اداره کنه؟ یه مثال بزنم ببینید. درست زمانی که بحث‌های پیوسته در رسانه‌های حکومت درباره افزایش بهت‌آور قیمت گوشت مرغ مطرحه، خبر آمد همین 10 آبان 1400، دادستان کل کشور از کشف 140,000 تن ذرت فاسد در انبار بندر امام خمینی خبر داد و گفت در یک انبار هم 3700 تن کالای مسموم از سال 97 وجود دارد که مربوط به پشتیبانی امور دام است، یعنی دولتی است که تأکید شد زودتر ترخیص شوند. بعدم اینا رو دادستان کل کشور فرمودند، آقای منتظری. بعدم حجت الاسلام محسنی اجعی رئیس قوه قضاییه صحبت میکنه و با بیان اینکه این کالا مورد نیاز مردم است، تخلیه هم نمی شود اما ترخیص نمی شود، تخلیه هم می شود اما ترخیص نمی شود تا زمانی که فاسد شود، از روند موجود انتقاد کرد آقای اجعی و گفت چه منطقی است که کالا را نیاز داشته باشیم، پول هم داشته باشیم، ولی آن کالا بیاید تا در انبار بماند؟ این ذرت‌ها به کشور آمده، مانده و فاسد شده و اکنون باید کلی پول هزینه شود تا برای این جنس فاسد فکری بشود. حال سوال اینجاست که این کالای فاسد کجا باید امها شود، از بین برود؟ این رو رئیس قوه قضاییه میگه، سوال میکنه. رئیس قوه قضاییه که در 20 سال گذشته یا معاون اول دستگاه قضایی بوده یا دادستان بوده یا سخنگوی دستگاه قضا بوده، از روند موجود انتقاد می کند و می گوید چرا باید این همه جنس در انبار بماند و فاسد شود؟ سوال اینجاست که این کالای فاسد کجا باید امها شود؟ تو سوال می کنی حجت الاسلام؟
یا مردم باید از تو سوال کنن؟ بخشی از گزارش خودشونو ببینیم در این باره. ترجیح یعنی همین دلار 4200 تومان که سالهاست همه فریاد میزنن آقا این هیچ کمکی به کنترل بازار و کالاهای اساسی نکرده و دولت همچنان داره تخصیص میده. یه آمارش نگاه کنید، جو، دانه های روغنی، ذرت، روغن خام، کنجال، گندم جمعاً 4.6 میلیارد دلار تو سه ماه و نیم اول 1400 بانک مرکزی چیکار کرده؟ پول داده. تا 15 تیر 1400 میزان ترخیص از گمرک بوده 3.2 میلیارد دلار و اینم خیلی واقعا فاجعه است. 3.5 میلیارد دلار از این محصولاتی که با پول شما و بنده 4200 تومانی خریداری شده تو گمرکات داره چی میشه؟ خاک میخوره. 3.5 میلیارد دلار اصلا خیلی بعضیا با این کشور اداره میکنن تو دنیا. یعنی از 4.6 میلیارد خواستم بگم تومن، دیدم دلار، که فقط در سه ماه ارز 4200 تایی داده شده برای واردات چند قلم اساسی، فقط 1.1 میلیارد نهاده های دامی از گمرک ترخیص شده. باقیش چی شده؟ میگن تو گمرک داره خاک میخوره. نه، گزارش های سه ماه گذشته گمرک نشان میدهد که کلیش فاسد شده، از خاک خوردن گذشته و میریزن دور. آقای حیدری، که یه وقت قیمت نیاد پایین تو بازار، اون بخشیش که داره خاک میخوره دلیلش این است که وارد کننده نمیخواد جنس در بازار زیاد بشه و قیمت ها پایین بیاد. ترخیص نمیکنه تا جنس تو بازار انقدر کم بشه که قیمت ها بالاتر بره، هی و اون وقت ترخیص میکنه و میده به بازار. یعنی به نوعی سوداگری میکنن، اینجوری به قول اهل اقتصاد احتکار میکنن. وقتی قیمت مصوبه مثلا کنجاله سویا کیلویی 3220 تومنه، قیمت مصوب رسمی، چرا مرغدارا باید 37,000 تومان بخرن؟ خب معلومه یه عده گلپسرا و آقدومادای اینجوری صاحب ثروت و قدرت مملکت تصمیم میگیرن بازار اینجوری اداره کنن. اون بر مرغدارا و دامدارا خوراک مرغ و دامو نزدیک 10 برابر قیمت مجبورن بخرن، قیمت تمام شده برای همون گلپسرا و آقدومادا مجبورن بخرن که مسبب میشه، 10 برابرش مجبورن بخرن که نتیجهش میشه 10 برابر شدن قیمت گوشت و مرغ در عرض چند سال و چند سال کوتاه و حذف گوشت و مرغ از سفره مردم. یه نکته رو من بگم تا یادم نرفته، این که در گزارش سیمای آقایون دیدیم که گفته شد ارز 4200 هیچ کمکی به سفره مردم نکرده و آقای حیدری گفت، مشکل الزاماً از ارز چند نرخی میتونه نباشه، از خرد مافیاهای حاکم بر ساختار مریض اقتصادی است. کما این که پیش بینی میشود که حذف، اگر الان زمزمه های حذفش هم هست، حذف ارز 4200 تومانی باعث ایجاد فشارهای دیگری بر هزینه تولید و تولید کننده خواهد شد و لذا در این صورت ممکن است قیمت گوشت به کیلویی 300,000 تومان برسد. پس باید چیکار کرد؟ چیکار باید کرد؟ کاری ندارم که به این جواب بدیم بگین باید این کاخ ظلم رو سرشون خراب کردیم. باید چیکار کرد؟ باید همین کاری رو کرد که آقایون جواب میدن ها، که تا حالا میکردیم با همین آدم ها، با همین ساختار، خود چاره دیگه ای نداریم. با تمام زور تخصصیمون رو زدیم. خب این آدم ها کیان؟ این وارد کننده هایی که باعث میشن میلیون ها خانواده هر سال بر شمار محرومان از یک وعده غذای کامل در طول زندگیشون اضافه بشن، اینا کیان؟ مهمترینشون که در واقع انحصار واردات نهاده های دامی دستشه، در پیوند با گوشت و با قیمت گوشت و مرغ و تخم رو عرض میکنم، مهمترینشون خانواده مدلل. جدولی که آقای حیدری نشون داده یک بار دیگه ببینیم. بله، واردات شماره 1 جو تا 5 کنجاله سویا
1 تا 5ش در انحصار خانواده مدلل. جو، دانه های روغنی، ذرت، روغن خام، کنجال سویا. و این ماجرای از بین رفتن کالاهای اساسی در گمرک کم که تازه نیست. 2 هفته قبل 27 مهر خبر فاسد شدن 5000 تن ذرت منتشر شد. و یکی از نکات مهم در همین خبری که گفتم 5000 تن ذرت منتشر شده این است، فاسد شده، این است که هزاران تن ذرت رو ممکنه دولت وارد کرده باشه، خود دولت و ترخیص نکرده، نیبرده بازار. خود دولت گذاشته بمونه و فاسد بشه. اینو ببینیم برمیگردیم. یک موضوع این هست که گمرک بدون اخذ مجوزهای قانونی لازم به هیچ عنوان اجازه ترخیص این کالاها رو دیگه نمیتواند صادر کنه. حتما باید مراجع متولی نظر بدن و معتبر باشه نظرشون تا لحظه ترخیص کالاهایی که البته خب مشکلی ندارن از نظر بحث سلامت کالا، فیزیک کالا و اون مجوزهای قانونی که صادر میشه. یک مورد دیگر هم خب مشاهدات عینی هم نشون میده که این کالاها به یک نحوی دچار فساد شدن و خب مراجع مختلف هم از ظاهر همین موارد رو تایید کردم و برای بعضی ها باید مصرف ثانویه در نظر گرفته بشه و برای بعضی ها هم اون بحث از بین بردن کالا باید اتفاق بیفته که اون هم شرایط خاص لازم رو داره که طبق اون شرایط باید اقدام بشه. آقای ارمنقی، الان این مال شرکت پشتیبانی امور دام بوده یا نه بخش خصوصی؟ والا اینا رو دارم بررسی میکنم. ما حالا فقط رسانه‌ای که پرداخته بودم، من یه بررسی کلی برای بحث صحت موضوع که البته خب موضوع رو ما هم شرکت دولتی هم داشتیم در کالاهایی که بیش از 10 ماه در بنادر و گمرکات شمالی کشور به یک نحوی دپو شده بود، رسوب کرده بود و هم برای شرکت‌های خصوصی هم این متصور بود. ولی حالا اجازه بدید تحقیقات دقیق‌تر اگر به نتیجه رسید. تحقیقات دقیق‌تر به نتیجه رسید؟ اگر رسید به مردم میگین که اگه دولت وارد کرده چرا ترخیص نکرده؟ یه ضرر اساسی به بودجه زده، هم برای وارد کردن و هم برای از بین بردنش. و اگه بخش خصوصی مثلا همین برادران مدلل وارد کردن چرا ترخیص نکردن؟ تو همین تیکه ای که از آقای ارونقی مدیر گمرک شنیدین میگه جنس سالم بوده، مجوزم داشته، چرا ترخیص نکردن؟ دلیلش این نیست که در انبارهاشون به اندازه کفایت بازار داشتن و برای چند برابر این 5000 تن ارز دولتی گرفتن واسه وارد کردن همین کالا و فقط بخشی از اون ارز و صرف واردات این کالا کردن و بقیهش یا در بازار آزاد فروختن یا جای دیگه سرمایه گذاری کردن؟ مگه این اتفاق رایج نیست تو وارد کننده هایی که دستشون تو جیب دولت و بانک هاست و در واقع تو جیب مردمه و آنچه همه میدانند فقط اسمشونه به عنوان بدهکاران بزرگ بانکی؟ این فهرست بزرگ بدهکاران بزرگ بانکی چرا همیشه همینطور دست نخورده میمونه؟ شما هر چی سرچ بکنین این فهرست دست نخورده است، فقط اون پایینش اسم بهش اضافه میشه، از بالا دست نخورده میمونه. این فهرست سالیان دراز عرض کردم تو 5 تا اولش همین خانواده در رأس جواد مدلل، باباشون که مرد، عبدالعلی مدلل، دوماد حضرت آیت الله مکارم شیرازی که مردم رو به قحطی میندازن. و بذارین من نگم، یه گزارش ببینین. این وارد کننده ای که میگن آقای مدلله کیه؟ این مشخص کنه مجلس هر کی که هستش چرا فقط به ایشون داره واردات انجام میده؟ مشکل عمده کشور ما بحث تأمین نهادیه. کل سیستم تخم مرغ و مرغ و گوشت گاو و شیر گاو و پروتئین اینا وابسته به همین نهاده دانی. الان نهاده دست خود دولت اصلا، یعنی وارد کننده موظف اینو بده تحویل دولت، دولت توزیعش میکنه طبق سامانه بازارگان. حالا همین وارد کننده که بهش عرض دادنه مثلا از 100% واردات چه نمیده دست اینا، الان خودشون زورشون نمیرسه عرض دادنه، اون هم آقا کالا ایران میده به اینا.
از بین فعالیت‌های مختلف، مدلل‌ها بیشتر با واردات خوراک دام و کالاهای اساسی شناخته میشن، چرا که در بخش خصوصی بیشترین واردات نهادی دامی توسط شرکت‌های این خانواده انجام میشه. طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی، از ابتدای اجرای سیاست ارز 4200، از 4 شرکتی که بیشترین ارز دولتی رو برای واردات کالای اساسی دریافت کردن، 2 شرکت دولتی و 2 شرکت دیگه در اختیار خانواده مدلله. شرکت آوا تجارت سبا به عنوان تنها یکی از بازوهای واردات نهادی این خانواده 1,460,000,000 یورو ارز دولتی که چیزی معادل 7200 میلیارد تومان میشه رو دریافت کرده و با وجود پیش فروش نهادها به مرغدارها و گرفتن پول از اونا به تعهداتش در قبالشون عمل نکرده و با تحویل دیرهنگام نهاد به مرغدارها زمینه‌های به هم ریختن بازار مرغ و تخم مرغ رو به وجود آورده. ما رفتیم تهران، ما شخصا رفتم در دفتر شرکت آقای مدلل، اسمش حتما شنیدیه، بزرگترین و انحصاری ترین وارد کننده نهادهای دامی به کشور. یه مشکلی داشتیم، نزدیک 1000 تن ذرت خریده بودن از استان. اینا طبق مصوبه جدید هر کسی از سامان بازارگاه این نهاد رو خرید کرد، بعد قبل از 10 روز برسه به دستش. خب شده بود 10 هفته 20 روز از ذرت نرسید. ما رفتیم اونجا، رفتیم در دفتر، خیلی جواب سرباله و نه و برو و یک ماه دیگه دو ماه دیگه. خب زیر بار نرفتن که ما رفتیم پیش مدیر کل تعمیر و توزیع نهادهای دامی وزارت که جهاد کشاورزی، گفتم مو یا اینجا ذرت ما بارگیری میشه از بندر، یا مو اینجا میمونم زنگ میزنم مرغدارم و سوار اتوبوس میشم بیان اینجا، تکلیف ما شما روشن میشه. این خب وزارت این حرف میزنه، اینا خودن این حرف میزنن، کی وسط داره دروغ میگه؟ اینا مجبور شدن این زنگ زده، آقا خواهش میکنم اینا مشکل دارن فلان دارن ال دارن. بعضی که تلفنش قطع کرد با یک کشکار، گفتم چه وضعیه ای؟ به نظر ما که باید تماس بگیره این وارد کننده رو بیاره دفتر، آقا چرا به تعهدات عمل نکردی؟ بعد گفتیم ما هستیم مخرمید، این کار ما اینجوری رو یعنی انجام نمیشه. حالا انجام شد، هفته بعد چه بکنیم؟ چون جوجو روزی که مداومه دیگه، ما مثلا 1,600,700 2,000,000 قطعه جوجو روزی مثلا تو استان داریم، تو کشورم که اشتباه نکنه ما حدودا 100,000,000 120,000,000 قطعه جوجو روزی داریم. گفتم این داستان میشه برای شما اگه بخواین هر هفته آقا من خواهش میکنم بدین نه. گفت واقعیتش میدونی چی های بی‌نیاز، ما نمیتونیم خیلی فشار بیاریم به شرکت ها. چرا؟ گفت آقا اینا فعلا تنها کسایی هستن که خیلی راحت برای ما نهاده میارن. ما خیلی گفتن خب بابا شما چرا تو این 10 سال، تو این 20 سال، تو این 30 سال چرا اجازه دادین یه آدمی یک نفر ایس تو این سیستم باشه که الان مثلا شما محتاج به همون یک نفر بشه؟ خودت میگی، به اعتراف خودت میگی ما نمیتونیم بهش فشار بیاریم. این آقای مدلل ما الان فکر کنیم مدیر عامل شرکتش کیه؟ معاون وزیر جواد بده ایشونو برام تقریبا مدیر عامل شرکت وارد کننده. اون بچه بوده میخواد چه دیگه دیگر چه نمیبره، چون میگه اینا میان یه نفوذ سیاسی داره از این میشه استفاده کرد. همشون همین جوریه. کامل این گزارش رو میتونید در کانال تلگرامی آوانت تی وی ببینید. باری حالا هی یقه بدرانن کسانی که به هر دلیل دنبال جلوگیری از این غارت وحشیانه سفره مردم هستن، با هر اعتقادی. به چه نتیجه میرسن؟ به چه نتیجه تا حالا رسیده این تلاش ها؟ وقتی یه سرش آیت الله مکارم باشه و یه دست از آیات عظام و یه سرش فلان وزیر و فلان معاون وزیر و فلان نماینده مجلس، به کجای این شب تیره میآویزی قبای کهنه خود را؟ این سیرت نظام مقدسه که حالا تو این دولت سید محرومان داریم صورتش هم واضح تر میبینیم. اگر در سالهای گذشته جواد مدلل یکی از کسایی بوده که از امتیاز و رانت و حکومتی و حوزوی بهره شرعی برده، الان تو دولت سید محرومان هرچی دوماد اومده حقشو بگیره از پدرزنش انگار. فهرست انتصاب عده‌ای از دامادها که با دولت رئیسی کاره‌ای شدن، بذارین تا هر جا میرسیم من بگم. فعلا مالک رحمتی، دوماد سید مصطفی هاشمی، مصطفی هاشمی معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان امام خامنه‌ای است. دولت سید محرومان که تشکیل میشه و مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام میشود معاون اول رئیسی، دوماد معاون خودشو در ستاد اجرایی، یعنی دوماد مصطفی هاشمی رو میکنه قائم مقام آستان قدس رضوی، البته با حکم تولیت آستان قدس.
و این مهمه چون ستاد اجرایی و آستان قدس دو تا تیول اقتصادی مهم خامنه‌ای هستند که حساب کتابشون فقط دست پیشواست. بنابراین یه دوماد مطمئن فرستادن اونجا، اول کردنش مسئول موقوفات امام رضا تو همه روابط و پیوند و حساب کتاب یه دست بشه، و الان هم که شده قائم مقام اونجا. آخه این دوماد مطمئن شایستگی هم دارد، چون مهمه دیگه پرداختن به این مورد، چون تحصیل کرده و متخصص که نداریم تو ایران. این تحصیل کرده و متخصص اقتصادی با این بنیاد عظیم اقتصادی، غول اقتصادی، آیا این، یعنی منظورم استان قدس رضوی است، آیا ایشون تخصص دارن برای؟ بله، ایشون در چند سال گذشته، تا اونجا که البته سنشون اجازه میده، خیلی جوانن، ایشون در چند سال گذشته تو بنیاد شهید تو هیئت مدیره کوثر بودن، بعدم مسئول بهره وری از اوقاف امام رضا، یعنی استان قدس بودن. بس دیگه، متخصص. تخصصشون اینا دومادیه، حالا دونه دونه میره. رویداد 24 خبرگزاری در واقع گزارشی زده است با عنوان همه دامادهای خوشبخت، بهترین شغل دنیا داشتن پدرزن خوب است. این بهترین شغل دنیا داشتن پدرزن خوب است یکی از بهترین تیترهاییه که برای همچین گزارش و مطلبی میشه انتخاب کرد. انصافا دمشون گرم، حرفه‌ای. ولی نکته اینجاست که این گزارش مال 5 آبان 1400. اگه این گزارش رو برین نگاه هم بکنین، تو این گزارش طبیعتا خیلی از دومادا نیستن، چون این از اون روز چند تا داماد خوشبخت دیگه هم به قول رویدادیا به این فهرست اضافه شده و همچنان دارن میان. داماد که سهله، روزاروز نوشته حتی جا برای باجناق آقازاده هم هست. مهدی رحیمی که باجناق فرید حداد عادله شده مدیر روابط عمومی دفتر رئیس جمهور ضد فساد. مهدی رحیمی، محمد مهدی رحیمی، حالا قبلا معاون سرویس خبر خبرگزاری مهر بوده، بعد خارزن فرید الدین حداد عادل رو میگیره میشه دوماد خانوادگی زن فرید حداد عادل، و از این طریق هم میشه فامیل اصل جنس، فامیل رهبر معظم، چون فرید حداد عادل برادر زن مجتبی خامنه ایست. بله، آقای محمد مهدی رحیمی که سیدم اصلا که بوده معاون خبرگزاری مهر، مسئول بخش خبر خبرگزاری مهر، به دلیل این انتصابات فامیلی میشود مدیر روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری اسلامی ایران. آقای ابراهیم رئیسی، اینا دومادایی هستند که شرط ضمن عقدشون پست گرفتن بوده و هست. به دختره گفتن میگیریمت، میگیرمت، یه جا که ده تا زن نگرفتن که، به دختر هست آقا گفته مثلا میگیرمت به شرطی که بابات یه شغل نون آبدار برام دست و پا کنه، یا چه میدونم، اینا فقط خونه بودا هم دیگر معمولا میبینن، نه بچه ها. به بابای گفته دخترتو میگیرم به شرطی که یه پست مدیریتی بهم بدی. دومادای مشروط به پست. و اما فهرست این دومادای مشروط به پست یه چند تایی را عرض کنم خدمتتون. کاظم قریب‌آبادی، دوماد منباقر ذوالقدر. منباقر ذوالقدر که مشاور رئیس قوه قضاییه و سومین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، ذوالقدر جانشین فرمانده کل سپاه بود، از سپاهیای به شدت ضد اصلاحات که با نقدی و نجات و سلیمانی و قالیباف و غیره اون نامه معروف به محمد خاتمی رو نوشتن سال 84 که تا کی با هرج و مرج و توهین تمرین دموکراسی کنیم و به قیمت از دست رفتن نظام صبر انقلابی داشته باشیم و صبرمون به پایان رسیده و غیره. دومادش کاظم قریب‌آبادی
معاون امور بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه. نماینده دائم جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل متحد در وین و نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین المللی انرژی اتمی. یه دوماد دو سرم داریم. مهدی احمدی، دوماد محسن رضایی، اینم محمد مهدی، همشون محمد مهدی هن. محمد مهدی ببخشید به بیان خودشون. این دوماد محسن رضایی و برادر دوماد رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت روحانی، 8 سال وزیر کشور بود دیگه. محسن رضایی که شد معاون اقتصادی رئیسی، این رئیس جمهور ضد فساد، دومادشو کرد مدیر عامل بانک صادرات، یعنی همین محمد مهدی احمدی رو. بعد خب بلا فاصله کلی کارشناسای اقتصادی و رسانه‌هایی که به ویژه صفحات اقتصادیشون بیشتر اعتراض کردن و این انتصاب مبارک رو مسخره کردن. آقا دوماد ناگزیر به رسانه‌ها آمد، گفت استخاره کردم، بد آمد، از مدیر عاملی بانک صادرات انصراف دادم. البته محمد مهدی احمدی همکنون قائم مقام بانک شهر است و این پست در استخاره بد نبوده است. مهدی احمدی برادرزن الیاس قالیباف، برادر داماد رحمانی فضلی و داماد محسن رضایی است. در حالی موضوع انتصابات فامیلی این روزها به پاشنه آشیلی برای دولت انتصابی 13 تبدیل شده که خبرها از وزارت کار حاکی از این است که وزیر کار که جوانترین وزیر کابینه هستند، ایشون حجت عبدالملکی، مجتبی مؤمنی برادر زنشو، اسم زنش هانیه سادات مؤمنی، هانیه سادات مؤمنیه، برادر زنش که اسمش از مجتبی مؤمنی، به اونها دستیار ویژه وزیر کار منصوب کرده. این در حالی است که دخالت‌های هانیه سادات در وزارت کار پایانی ندارد. فشار میاره به شوهرش، وزیر شده شوهرش. هانیه سادات مؤمنی همسر حجت عبدالملکی که خبرنگار سایت فردا نیوز، سایت فردا نیوز چسبیده به قالیبافه. هانیه سادات مؤمنی زن وزیر کار آقای حجت عبدالملکی، خبرنگار سایت بود و خب ایشون پیشتر با فشار به شوهرش حجت عبدالملکی وزیر کار، خانم مهری طالبی دارستانی را که که تنها رزومه‌اش فحاشی در توییتر و راه اندازی کانال واتساپی هواداران عبدالملکی در انتخابات ریاست جمهوری بوده، به عنوان مدیر کل بازرسی وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی منصوب کرده است. وزارتخانه عظیم. مهری طالبی دارستانی شدی مدیر کل بازرسی این وزارتخانه با فشار زن حجت عبدالملکی به حجت عبدالملکی وزیر. حالا این مهری طالبی دارستانی یا به قول امضاش میم طالبی دارستانی کی هست؟ رسانه‌های جمهوری اسلامی نوشتن مسئول زنان معاونت فرهنگی سپاه. وقتی داشت حجت عبدالملکی مثلا تبلیغات ریاست جمهوری میکرد، اوایل انتخابات که اینا اومده بودن، مثلا جوانان به تأسی از سخن آقا که جوانان انقلابی بیان و بهمان و اینا اومدن کاندید شدن و بعدم کنار کشتن، مهری خانوم که دوست زن آقای وزیره از قدیم بوده، مهری خانوم به مخالفای حجت عبدالملکی که میخواست بشه رئیس جمهور و گفت من در اقتصاد کولاک میکنم بشم رئیس جمهور، به هر حال به مخالفاش در فضای مجازی فحش میداد و امضا میکرد میم طالبی دارستانی و امضا میکرد کارمند پتروشیمی و ساکن شهرک بعثت ماهشهر. معروف هم است که اون کشتاری که جمهوری اسلامی در ماهشهر کرد در توییتر رو نمیدونم در فضای مجازی خلاصه به شدت به شیوه حزب اللهانه بسیار قوی جانب حکومت رو گرفت و
البته تبلیغ میکرد مواضع حکومت رو در سرکوب در به رگبار بستن مردم فرار کرده در نیزارهای ماه شهر و اینها. باری این شغلش بود. بعد تو سیمای آقایون که باش مصاحبه میکنن باش مصاحبه میکنن نمیگن که این همه آدم هست که همش فحاشی و فلان، بهش میگن استاد حوزه. چرا اینجوریه؟ اینا که به هم ربطی نداره که، حالا کاری ندارم اون فعالیت های مجازیش، این که توی کارمند پتروشیمی ساکن شهرک بعثت ماهشهر بعد استاد حوزه در قم و در تهران، نه چه ربطی به هم دیگه داره؟ چه ربطی نداره، چون اینا هیچ کدوم شغلش نیست. شغل واقعی و اصلیش تبلیغ کودک همسری است. اینا دارن کی ازدواج کردیم؟ سال 73. یعنی چند سالتون بود؟ 16 سالم. آه پس سن کمی هم داشتیم زمان. ما دقیقا برای دخترم همین کار رو کردیم. یعنی خب داماد بنده هنوز تحصیلاتشون تکمیل نشده بود، سنشون پایین بود، سربازی نرفته بودند، شغل نداشتند، همین ها کنار هم دیگه، ولی خب علاقه مند بودن به هم دیگه. ولی شما پذیرفتین؟ پذیرفتم از این جهت که خب ابتداییاتی که اسلام و شرع مشخص کرده بود ایشون داشتن. بله ایشون که حالا بازم خواهید دیدشون با عرض پوزش، مهری طالبی دارستانی، مدیر کل بازرسی وزارتخانه بزرگ کار و تأمین اجتماعی هستن، تعاون کار و تأمین اجتماعی، یعنی شدن منصوب شدن با فشار زن حجت عبدالملکی به حجت عبدالملکی وزیر. این خانم فلان بهمان اینا، اینا رو من نمیگم، اینا رو برین خود داخل در دعواهای رقابتی اینها از پرده برون میافتن، من فقط دومش رو میگیرم میارم بهتون میگم. ویدیوی تبلیغ کودک همسری یادتونه دیگه، اخیراً سیمای آقایون پخش میکرد و به اسم بعدن رفتن اینا توی اینستاگرام هم یک سایتی یک اکانتی حساب کاربری باز کردن به اسم کوثر حسین و کوثر. کوثر که 14 سالش بوده ازدواج کرده با حسین 16 ساله. این وسط ویدیوی تبلیغی، حالا یه تیکه کوچیکش رو میبینید، هرچی ما پرهیز میکنیم اینا رو نشون بدیم تو تلویزیون تو ویدیو ای برحال ناگزیر بعض وقتا. مهری طالبی اردستانی که الان مدیر کل دفتر بازرسی و ارزیابی عمل کرد و پاسخگویی به شکایات در وزارت کاره، این دقیقاً شما برید در وبسایت وزارت کار جمهوری اسلامی میبینید که نوشته است، دقیق تایتلش عنوان شغلیش اینه که مدیر کل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در وزارت کار عمومی است. خانم مهری طالبی اردستانی، این مادر همون کوثره، مادر همون دختر است که تو ویدیوی تبلیغاتی که الان میبینین، حالا خیلی خوشحاله که 14 سالگی ازدواج کرده. من 16 سالم بود که خدا رو شکر با خانومم که 14 سال بود آشنا شدم. خدا رو شکر. ازدواج دیگه حق طبیعی یه آدمه که وقتی که به حد اقل‌هایم و بلوغ برسه و دلش هم بخواد ازدواج کنه، بعد کل دنیا پشتش باشن و کمکش کنن که راهش آسون بشه. یکی میمرد از درد بی‌نوایی، یکی میگفت کوثر نخواهیم که من بقیهش رو بگم. حالا نمیدونم بودم بگه کوثر بچه هست مادرش، به هر حال حالا مادر این دختر بچه که مهریه الان البته چمونم 3 سال گذشته شده 17 سالش، مادر این دختره که مهری طالبی اردستانی است در وزارت کار تعاون و امور اجتماعی مدیر کل دفتر بازرسی است، یعنی در وزارتخونه یک بزرگترین صندوق دولت یعنی تأمین اجتماعی زیر دستشه. این همچنان تبلیغ کودک همسری داره میکنه. بلاها تازه مونده سر این مملکت بیاد با این آدمایی که تو این دولت اومدن سر کار. استخدام داماد با اسم مستعارم داریم تو این دولت.
دکتر بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت دولت محرومان دوماد خودشو میکنه مشاورش که به ویژه در انتصاب مدیران وزارتخونه بهش مشورت بده. رسانه‌های جمهوری اسلامی توییتی رو نقل کردن که نوشته آقای عین‌اللهی وزیر محترم بهداشت، اینکه دامادتون رو با اسم مستعار به عنوان مشاور وزیر به کار گرفتین درسته؟ احتمالاً دکتر شاهد فدایی فرد داماد حضرت عالی، همون آقای حسین زاده که در دفتر وزارتی به عنوان مشاور شما مستقر شده و امور انتصابات رو بر عهده گرفتن نیستند؟ کیه این آقا دوماد؟ همین آدم، همین عکس میشه مشاور وزیر، دفتر میزنه تو وزارتخونه، اسمشو میزنن دکتر حسین زاده، بغل در که وارد میشه. خبرگزاری فارس نوشت فارس داماد وزیر بهداشت طی روزهای گذشته در طبقه 16 وزارت بهداشت مستقر بوده و به عنوان مشاور به طور مستقیم در انتصابات وزارت بهداشت دخالت داشته است. پیگیری های فارس طی روزهای اخیر نشان می‌دهد داماد وزیر بهداشت دفتر کار خود را به یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی انتقال داده است. یعنی حتی سر و صدای بعضی رسانه‌های سپاه مثل فارس هم به اعتراض در اومد. ولی سید محرومان تشخیص میده وزیر بهداشتش دوماد سر کار داشته باشه. حقوق ماهانه این دوماد سر کار چقدره؟ این دومادهای سر کار چقدره؟ با مای 32 میلیون تومان استخدام میشن. بله، این حقوق فیش حقوقی پیام کهتری انور از نزدیکان سعید جلیلی که استخدام شده به عنوان مشاور وزیر نفت و مدیر کل دفتر نظارتی وزارتخانه. دبیرخانه وزارت نفت نامه میزنه به وزیر، میگه ما اینقدر حقوق میدیم آقای وزیر، اگه موافقی ادامه بدیم. این حقوق ما اولش بوده، اونم مینویسه پایینش موافقم. ای کاش یه ریز پایین تر میرفت، این پایینش نوشته موافقم. خب دو برابر یه استاندار حقوق میگیره. حقوق استاندار 16 میلیون تومانه، حقوق ایشون 32 میلیون تومانه. چقدر صلاحیت داره پیام کهتری انور مشاور وزیر نفت و مدیر کل دفتر نظارتی؟ قبل از اینکه دولت رئیسی تشکیل بشه، سعید جلیلی در تقلید از سیستم‌های انتخاباتی کشورهای غربی یک دولت در سایه تشکیل داده بود و این گلپسر رو کرده بود مسئول کارگروه نفت در دولت در سایه شون. بله، حالا که دولت سید محرومان دولت در آفتاب شده، وزیر نفتش آمده همون مسئول کارگروه نفت در دولت در سایه جلیلی رو کرده مشاور خودش و مدیر کل دفتر نظارتی وزارتخونه. رئیسی البته خودشو وامدار جلیلی میدونه، چون تو انتخاباتشون، انتخابات ریاست جمهوریشون، اولی کسی که اعلام کرد به نفع رئیسی کناره میگیره و جاده صاف کنه بقیه شد، در واقع همین سعید جلیلی بود. ببینین این داستان دومادا ته نداره، بذارین بقیهش هفته آینده ادامه بدیم. بریم پرده آخر. طرف میگه حجاب خوبه اما حجاب اجباری بده، اختیارش کنید هر کسی خواست رو سری سر کنه، نخواست سرلخ بیاد بیرون. میگیم بزرگوار موافقی کمربند ایمنی رو هم اختیاری کنیم، مدرسه رفتن و سواد و موزی هم اختیاری کنیم، در ساختن واسه خونه ها چطور؟ خونه ساختن وسط خیابونی هم اختیارش بدیم دست مردم. سیگار نکشیدن بچه ها رو هم اختیاری کنیم خوبه؟ سیگار بدیم دستشون، بگیم آقا اختیار با توی خاصی بکش یا نکش. شب و روزگار خوش.